سفرهای شاد پر عشق و حال ناب. سلام از دریای کوچیک قسمت 4 رو میشنوید. من لشکر شکن هستم از استودیو صداهای همراه، پادکست چمدون رو گوش میدید. بله، بلوچستان، چابهار، دریا کوچیک، جایی که میام برای شنا لذت بردن. خب من چون چند ساعت تقریبا چند ساعت عقبتر از جایی هستیم که باید باشیم، اول موقعیت اکنون و اینجا رو میگم که امروز 17 آبان هستش و بعد میگم که چه جاهایی رو دیدیم. من از شیراز شروع کنم، ادامه شیراز، بعد از این که نارنجستان و خانه زینت الملوک یا زینت الملک و سعدیه رو دیدیم، همونجا واسدیم یه دونه تپسی زدیم، زد 10 تومن تا باغ دلگشا. چرا زدیم؟ بخاطر اینکه وقت نداشتیم. ما قرار بود امروز حدودا 10 جا رو میدیدیم، یعنی تو اون روز بعد 10 جا رو میدیدیم که دیگه چون زمان نداشتیم همه جا رو با کورس ماشین میرفتیم، حالا یا خطی یا با اسنپ و تپسی، که اسنپ و تپسی تو اون زدیم و دست کن دادیم، یه ماشین هم اومد، یادمون رفت تپسی رو خاموش کنیم دیگه. بعد اون تپسی اومد و ما رو از دلگشا برد یه جای دیگه. بهش گفتیم ما اینطوری شو، گفت باشه. شما مقصد بعدیتون کجاست؟ گفتیم حافظیه، که اشتباه هم زده بودیم باغ جهان نما. حالا بماند، اون توضیح میدم براتون. رفتیم باغ دلگشا. باغ دلگشا باغی بود پر از درختای نارنج که ابتداش باز با یه حوضچه، با یه حوض آبی شروع میشه و بعدش میرسیم به یک مکان و عمارتی که یک موزه هست مثل خانه زینت الملک. ولی خب موضوع اینجاست که وقتی وارد اونجا میشیم میگه آقا 10 تومن دیگه بده که ما بزنیم تو موزه رو ببینیم. اونجا که ما علاقه خاصی به موزه نداشتیم، مثلا موزه ای که زیاد بخواد تکراری باشه و چیزایی بگه که بی رب به اونجا باشه، دیگه ازش اومدیم بیرون. حالا یک سری توضیحات هستش که عکس و تصویر گرفته شده و حالا از طریق آپارات میتونید به لینکی که توی عکس گذاشته شده به صورت QR کد استفاده کنید و ببینید که دقیقاً اوضاع چجوره، یا همون باغ دلگشا تو گوگل مپ بزنید عکساشو میاره، بسیار واضحه. در کل باغی بود که پر از درخت بود و خب اگر تو فصل فکر میکنم بهار، فصل ماه اردیبهشت ماه بیاید اونجا، شما میتونید بوی عطر نارنجی که حالا بهار نارنجی که داره تو محیط میچرخه رو حس کنید و قشنگه محیط زیبا و جذابی داشت. بعد از باغ دلگشا سری با همون تپسی که قرار بود ما را از سعدیه بیاره دلگشا، باز دوباره رفتیم به سمت، میخواستیم حافظیه بزنیم که اشتباه زدیم سمت باغ جهان نما. باغ جهان نما حدود مثلا 500 متر تقریبا با حافظیه فاصله داره، مخصوص اون حافظیه بود. ولی خب باغ جهان نما رفتیم. باغ جهان نما یکی از باغهای قشنگی هستش که برای دانشجوها، البته این که میگم کلیت داره، برای دانشجوها و فرهنگیان تخفیف رو به همراه داره و شما اگه جزو دسته دانشجو باشید با ارائه کارت دانشجو، یا اگه مدرس و فرهنگی باشید با نشون دادن کارتتون، حالا 50% تخفیف، یعنی 10 تومن بلیط میشه 5 تومن بلیط. باغ که الان گفتیم، باغ جهان نما، یه سری درختایی داره که کنده کاری شده. خیلی جالبه که مثلا شکل سیمرغ و شکل عقاب و پرنده های دیگر رو روی اون درخت ها پیاده کردن و این درخت ها از اونجایی که درخت های بسیار قدیمی هستن و خب این آثار از زمان ساسانی بوده و هنوز هم پابرجاست، بهش رسیدگی کردن و فردی بود به اسم آقای امامی اگه اشتباه نکنم که این طراحی روی درخت ها رو برعهده گرفته بود. خیلی هنرنمایی زیباییه، ولی خب رسیدگی میخواد دیگه و واقعا خدا قوت بهشون که این طرح زیبا رو اونجا ایجاد کردن. خیلی زیبایی دوچندانی به اون محیط داده. بعد از اونجا گشتن توی محیط باغ جهان نما، منظور به این نشد که فقط ببینیم، یه
چند تا نارنج هم پیدا کردیم، نارنج هم کندیم تو ازش، رسیده بود و تو اون دست منم یه خورده گزیدگی پیدا کرد، یه خار اون چیزا رفت تو دستم و خون اومد. در کل خیلی خوشبو نارنجایی که اونجا هست، الان هم فصل نارنجشه. بعدم که رفتیم سمت حافظیه پیاده، از کنار وزارت ارشاد هم گذشتیم، رفتیم تو پیاده رو بود، خیلی آروم و آهسته قدم زنان رفتیم به سمت حافظیه. حافظیه یکی از زیباترین جاهای شیرازه، مکانی بسیار دوست داشتنی، ولی خب متاسفانه به سعدی اصلا رسیدگی نمیشه. حالا به قول دوستمون منطقه خاصی که سعدی توش قرار گرفته باعث شده که اون کیفیتی که حافظ داره رو نداشته باشه، و خب من خودم توصیه‌ام اینه که سعدیو برید حتما، ولی خب زیاد تو منطقه نباشید، منطقه زیاد جالبی نیستش. و خود حافظیه که اصلا دیگه دنیا حرف داره، از در ورودش میتونی عکس بگیری تا خود حافظیه، ولی خب خیلی فروشگاه و مغازه‌مون دور و بر زدن، جاهای زیبایی داره اونجا، خیلی حوض و خیلی آب نماهای زیبایی درست کردن، درختای زیبایی درست کردن و موزیک استاد شجریان اونجا داره پخش میشه و اونجا مدام داره شنیده میشه، به گوش میاد، حالا همایون بیشتر تا خود استاد. و توضیح دیگه این هستش که میتونید برید اونجا اگر ممکنه، بعض وقتا حافظ خانها هستن و اونجا شعر میخونن و یک کم سکوت لازمه، دست از شوخی کردن و دست از این، البته یک امری که از جانب من زیباست، شاید قشنگ نباشه برای شما که آقا مثلا خیلی و خیلی ها می اومدن اونجا، تو بیشتر آقایون بودن، مثلا این حافظی که انقدر تو بحث عرفان، انقدر تو بحث عاشقی کردن خودش با خداش مطرح و دیده شده، الان مثلا مورد تمسخر افرادی قرار میگیره که آره آدم خوبی بوده. فقط نظر ندیم، بعضی وقتا منفعل باشیم، همینطوری فقط بریم ببینیم، ما نمیفهمیم اون آدم ها، یعنی هر چقدر هم زور بزنیم نمیتونیم درکش کنیم. پس پیشنهاد من اینه که به جای اینکه زیاد توی ماجرا باشیم که آره این چیکارا کرده بود، اما بریم اونجا فقط سکوت کنیم و ببینیم، لذت ببریم و بگوییم آقا منفعل باشیم. جایی که ما باید منفعل باشیم میخوایم نظر بدیم، جایی که نباید نظر بدیم منفعلیم، باید نظر بدیم منفعلیم. اینا رو یکم رعایت کنیم، آقا منفعل باشیم، اصلا چه عیبی داره در بارگاه حضرت حافظ یا شیخ اجل سعدی سکوت کنیم، ببینیم فقط، حس بکنیمش، ولی لذت ببریم ازش. جای بعدی که رفتیم آرامگاه حافظ هم که رفتیم، بله، باغ ارم، باغ گیاهشناسی هست، البته نه به اندازه گیاهشناسی که توی باغ گیاهشناسی که توی بین کرج تهران واقع هست، خیلی کوچکتر از اون و عمارت زیبایی اونجا داره که دیدنش خالی از لطف نیستش، همراه با درخت های کاج و درخت های نخلی که اونجا وجود داره زیباییش رو دوچندان کرده. طبق معمول یه حوضی داره، چند تا درخت نخل هست، توی که عمارت بسیار زیبا باش که دیدنی هستش، لذت چندانی برداره. خب اینم از باغ ارم، که ما بعد از باغ ارم رفتیم سمت بازار وکیل، رستوران خانه پدری، امارت گلپری، امارت گلبهاری. این امارت گلبهاری یکی از امارت خیلی قدیمی هستش، ولی خب غذاهای روزش زود تموم میشه و ما خب سفارش که داریم یه فسنجون بود و کباب مایتابه یا کباب تابه تو بشقابی هم بهش میگم به اصطلاح، اونو با سلطانی که رفیقمون برده بود اونجا و گفتش اینجا جای خوبی و نه کلا نذاشتن اصلا ما بیرون بریم. بعد از اونم که رفتیم چایخونه سریا، چای زعفرون دادن رو، توی هر کدوم قشنگ یه قاشق چایخوری زعفرون بود. چایخونه سریا هم پیدا کنید، خیلی خوبه. و بعدش هم رفتیم شیرینی کامران که سوغاتیامونو بگیریم، یه تعداد کوچیک اندک سوغاتی داشتیم، شیرینی سرای کامران حتما برید، خیلی با کیفیت توصیه میشه. و جای دیگه ای که رفتیم
یه بستنی فروشی هم بود رفتیم، یاد میاد جلاتو خوردیم، اسمش چی بود؟ جلاتو چی؟ دوکا نبود؟ جولیپت نمیدونم، دقیق مطمئن نیستیم راجع به اسمش، ولی خب همین اسمی همچین اسمی داشتش. و خب یک خدافزی که نمیخواستیم انجام بدیم ولی مجبور بودیم انجام بدیم، با هتل نیایش، محله سنگ سیاه، خود شیراز، دوستان عزیزمون و یادگار زیبایی که شامل عکس ها، خوراکی ها، تای خوبی بود رو در بر گرفت. احسان تو قسمت دوم کامل درباره شیراز صحبت کرد و خب خیلی خیلی فرهنگ شبیه تهران کرجه، دور نیست و مردم هم بسیار مردم با صفا، آروم و خوشگذرونیه. ما تنها جایی که نتونستیم بریم یه پاسارگاد بود، با چی؟ یه دونه یکی دو جا دیگه مونده بود بریم که دیگه واقعا وقت نبود، یعنی شما تو یه روز فکر کن 10 جا رو ما رفتیم. یه عفیف آباد بود نرفتیم که حالا گفت چیزی از دست ندادیم که نشد بریم. یکی دیگه هم بود پشت هتلمون نرفتیم، مسجد مشیر هم نرفتیم، امامزاده بی بی دختر که روبرو هتل بود اصلا دیگه، حالا یه سری عکس گرفتیم دیدیم، میگفتن هر کی دختر هستش و دنبال شوهره میاد اینجا چیز میبنده، حالا نظم میده و اینا گیرش بیاده یکی. آره خلاصه حالا از این ماجرا که بگذاریم، ما رأس ساعت 9:30 از هتل زدیم بیرون به خیال اینکه 9:30 حرکت دیگه، ما کلی استرس که وای دیر شد و الان چجوری بریم و اینا، و دیدیم نه زیادم دیر نشده، اصلا لزوم نداشت اینقدر عجله کنیم و اینا. رفتی ساعت 10 تازه راه افتاد اتوبوس شیراز چابهار، شیراز به چابهار 20 ساعت حرکت کرد، از کرمان رفتش، رفسنجان دیدیم، نیریز رو دیدیم، حدود 10 جا توقف داشت برای غذا، نهار، شام، نما، سرویس بهداشتی و خب اتوبوس خیلی خوبی بودش، از شرکت میهن نور ما گرفتیم، شرکت مختلفی داشت، ولی خب اون چیزی که بود خلافش گفتش، یعنی گفته بود که مانیتور داره ولی مانیتور نداشت. و خب ما صبح ساعت 10 صبح حرکت کردیم، 6 صبح رسیدیم چابهار، ترمینال چابهار که آقای جوهری اومد دنباله بود و ما رو اوورد تو جاهای مختلفی که الان میخوام براتون تعریف کنم. ما دریای بزرگ رو دیدیم، دریای با صخره‌های بسیار تیز، و از بلوار قدس حرکت کردیم به سمت دریا کوچیک. دریا کوچیک محل شنایه، دریا بزرگ محل دیدن، عکس گرفتنه، منظرهای طبیعی زیادی داره و خب لذت داره اونجا به چرخ. 4 تا بلوار اصلی داره چابهار، قدس و حافظ و امام خمینی و یه دونه هم که کمربندی، البته گفتی کمربندی هم پایین تره که میشه 5 تا، ولی خب این 4 تا اصلیشه که بازار قدیمی بلوک بازارش توی بلوار امام خمینی. الان اومدیم لب ساحل دریا کوچیک، داریم به شدت عوض میکنیم که تو آب شنا کنیم، ولی خب متاسفانه بود مناسب نیست، ما وسیله نبردیم، چیزی نداریم، آب بسیار شور. و در حین اینکه منم صحبت میکنم، شاید نیم ساعتی که من اینجا هستم، تعداد زیادی از افراد محلی با بچه هاشون اومدن قشنگ دارن تو آب کیف میکنن. مرغای دریایی دور و برمون هستن، صداشون رو گهگاه ممکنه بشنوید، کشتی های بارانداز و ساحلی که هستش و جذابیت شکار ماهی ها توسط مرغای دریایی هم از این نمی کنه. ساحل ساحل مثل شمال، ساحل از این شنای خیلی ماسه های خیلی نرم هستش
و بچه‌هایی که مدام تو آب هستن بزرگ سلام هستن و کیف برن. برنامه بعدی اینه که بریم یه جوجه کباب محلی پخت خودشون رو بزنیم، بعد برای عصر بریم سمت بازار و بعدش هم بریم ببینیم کابولی پیدا میکنیم، کابولی بزنیم و من براتون تعریف کنم که چقدر به واقعیت مناسبه، این واقعی یا کیکه. آره تا همینجا داشته باش، صدا بردار، موزیک الان براتون میذاره، گوش بدید لذت ببرید، من دوباره برمیگردم یه 5-6 دقیقه ضبط کنیم و بعد بریم اپیزود بعدی. فعلا خدا نگهدار. پراتا چند بودش؟ دونه 7 تومن. دونه 7 تومن پراتا. اون که نیم رو بزنه روی تو خوزه چنده؟ 20 تومن. شیرچا چنده؟ شیرچای 7 تومن. 7 تومن؟ قابلی 20 تومن. کابلی هم 20 تومن. خیلی خوشمزه بود. دمت گرم. مرسی. آره اینم از قیمت‌های آنلاین یه صبونه خوشمزه برای 3 نفر. 10 تا نون، 3 تا چای و 3 تا شیرچا، یعنی 3 تا شیرچا، 10 تا نون، یه دونه تخم مرغی با کابلی، 3 تا کابلی که 3 نفر رو فول سیر می‌کنه میشه 170 تومن. این قیمت رو هم داشته باشی سال 1402. خب برو اصلا زرد نکنی با برو سال 70 و از 74 کلا من توی حوزه های مثلا اداره کل ایران شهر بودم. کلا این مسیر رو میرفتم، ولی یه چیز متاسفانه بعد میرم اون منطقه میرم میبینم، میدونم اومدم ولی نمیدونم چه تاریخ بوده کی بوده. این چیزا خیلی برام مهمه. آخرین باری که کابلی خوردی چند در اومد یادت میاد؟ تقریبا یک سال و نیم پیش بوده. یک سال و نیم پیش چه روستا تیس بود. بعد حدود همین 50 تومنی 45 دو نفر بودیم 50 تومن، دو نفر 50 همین کیفیت. آره. داره یه تقریبا همچه. آخ 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 بچه ها انقدر تون بود، انقدر تون بود، عرق از سر و رومون ریخ بیرون از نفسمون بالا نمید. حالا از نظر من تون نبود. خوب آره از نظر خودشون نه اصلا تون نیستش. و من توصیه میکنم به جد که حتما بیاید و کابلی رو امتحان کنید. یکی از فوق‌العاده خوشمزه ترین غذاهایی هستش که میتونید به عنوان صبحونه بخورید تا بعد از ظهر شما رو نگه میداره. یعنی قشنگ 5-6 ساعت نیست که خاصیت داره. نونش هم نون روغنی پراتاه، درسته؟ آره. خیلی. الان میخوایم بریم سمت بازار بلوک بازار. بلوک بازار، دکه بازار. دکه بازار یا بازار پیرزنا. بریم ببینیم اونجا چه خبره. چیز جذاب دیدم براتون میگم. به یه موزیک گوش بده. البته دیگه تمامش کنیم این پادکست رو دیگه. قصه الان 19 دقیقه است من برای شما صحبت کردم. دیگه اینو داشته باشید بریم برای قسمت بعد که البته دیروز هم پادکستش مونده من هنوز براتون نگفتم، اونم بگم ادامهشو و بعدش هم بریم. حالا موضوعی که جذابه اینه که شما بایستی
تو اینستاگرام استودیو صدای همراه رو فالو کنید.